محسن رفیق دوست، راننده آیت الله خمینی از فرودگاه مهرآباد به بهشت زهرا 12 بهمن 57، 72 سالشه، بچه جنوب شهر تهران. باباش تو میدون تره‌بار دکه داشت. محسن 6-7 سالش بود که باباش مرد. محسن رو میفرستن مدرسه تو میدون خراسان. دبیرستان هم میره مدرسه بهبهانی تو سرچشمه. تا کلاس هفتم بیشتر درس نمیخونه. کلاس هشتمه که هم مدرسه میندازنش بیرون. دیگه هم نمیره. میره همون میدون تره‌بار حجره باباشو اداره میکنه. سال 42 23 سالشه محسن رفیق دوست که میشه یکی از بزن بهادرهای میدون تره‌بار تهران که بزن بهادر طرفدار آیت الله خمینی و آیت الله کاشانی کم نداشت البته. معروف ترینشون میدونید طیب حاج رضایی بود. محسن رفیق دوست با رفت و آمد تو هیئت‌های عزاداری که رسم این بزن بهادراست پاش به قم وا میشه. میره پیش آقای خمینی. خودش میگه شاهد درگیری طلبه‌ها با مامورای حکومت بوده تو ماجرای مدرسه فیضیه سال 42. نوشته دیدم یکی از ساواکی‌ها یک پیرمرد روحانی رو بر زمین انداخته و به عمامه به لگد میزند. همان موقع تصمیم به قتلش گرفتم. و بعد ماجرا رو میره برای آیت الله میلانی، مطهری و مهدوی کنی میگه. هر ستاشون میگن اون ساواکی مهدور و دمه. تو خاطراتش نوشته چند شبی کشیک او را، یعنی اون ساواکیه رو، کشیدم با یک چماق حسابی. بالاخره از ماشین پیاده شد، میخواست برود خانهش. من مخفی شده بودم و با چماق زدم تو سرش. او افتاد و یه 7-8 تا چماق دیگه هم زدم تو سر و کلش و هلش دادم افتاد تو جوب آب و رفتم. فردای آن روز شایع شد که یک جنازه تو میدون شوش توی آبها پیدا شده. انشاءالله خدا قبول کند. یار نزدیکش سیدعلی اندرزگو بود. اندرزگو عضو مؤتلفه بود. در ترور حسن علی منصور نخست وزیر شاه در سال 43 دست داشت و در شهریور 57 هم ظاهرا تو خیابون ساواک شناساییش میکنه و یا درگیری میشه یا میخواد فرار کنه که تیر میخوره و کشته میشه. بعد از کشته شدنش آقای خمینی گفت اگر 10 نفر مانند سیدعلی داشتم دنیا را فتح میکردم. سیدعلی اندرزگو و محسن رفیق دوست، اینطور که محسن رفیق دوست میگه، برای سازمان مجاهدین خلق اسلحه و مهمات از لبنان تهیه میکردن تا سال 54 که ساواک محسن رو میندازه زندان و تو زندان میشه عضو مؤتلفه تا سال 57. این یه طرف خاطراتشه در این باره که نوشته. از طرف دیگه نوشته با محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر از ابتدای نهضت امام یعنی سال 41 و از تشکیل هیئت‌های مؤتلفه آشنا شدم، یعنی هم با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته هم با هیئت‌های مؤتلفه، که این همچین جور در نمیاد چون مؤتلفه یا همه گروه‌های غیر از خودشون حتی تو زندان قبول نداشتن و بعضا نجس میدونستن. به هر حال زد و نقیز از این بزن بهادر میدون تره‌بار زیاد آدم میخونه این بر اون بر. سال 57 خب عضو آزاد شده مؤتلفه است، با کسایی که بعد میشن سران حکومت ارتباط داره. مطهری و بهشتی استقبال از آیت الله خمینی رو سازماندهی میکنن. توی جلسه ای که میذارن تو تهران محسن رفیق دوست به عنوان راننده آقا تعیین میشه. ببینین آقای خمینی چه اعتمادی بهش داشته. نوشته قرار بود آیت الله مطهری در صندلی عقب کنار امام بنشیند و حاج احمد آقا کنار دست من و هاشم سباقیان هم بی سیم دست پشت سر امام اوضاع را کنترل کند، ولی امام اجازه نداد. فرمودن فقط من و احمد، کس دیگری در این ماشین نباشد. با رفتن آیت الله خمینی به مدرسه علوی و رفاه، محسن رفیق دوست بنا به سابقش و شغلش مسئول تدارکات این دو تا مدرسه میشه. تو کتاب خاطراتش که مرکز اسناد انقلاب اسلامی پاییز 83 چاپ کرده نوشته من در مقام مسئول تدارکات مدرسه علوی و رفاه بیشتر درگیر مصادره املاک و دارایی های طاغوتیان بودم و احکام مختلف برای تصرف و تملک آن دارایی ها را صادر می کردم. یکی از این احکام مربوط به کارخانه ایزیران بود. یکی از جوانان متحد را برای تصرف آنجا فرستاده بودم. آن بنده خدا به محض ورود به دفتر آن اداره متوجه گاوصندوق بزرگی پر از پول، هم از ریال، دلار، دیگر ارزهای خارجی و نیز مقداری طلا شده بود. اون پولا و جواهرات و صدها و هزاران نمونه مشابه کجا میره؟ از همونجاست که مبارزه با مستکبران شروع میشه و راه باز میشه برای ریاست بنیاد مستضعفان. پیش از اینکه رئیس بنیاد مستضعفان بشه محسن آقا کارهای مهمی میکنه. یکیش در رابطه با سپاه.
خودش میگه که همون روزایی که تو مدرسه رفاه کار تدارکات میکرد، آیت الله بهشتی، آیت الله مطهری بهش میگن آقای خمینی فرمانی صادر کرده برای تشکیل سپاه و او باید بره سپاه. او هنوز هم سرتیپ سپاه و حتی بازنشسته نشده. سپاه پاسداران بخشی از نیازهای نظامیشو از همون اول از لیبی و سوریه و حتی فلسطینیا تامین میکنه. در وبلاگش نوشته قبل از پیروزی انقلاب یک سفر به سوریه داشتم. هم در سوریه و هم در لبنان با بعضی از مقامات ملاقات کرده بودم که پس از اون هم به زندان افتادم. حالا معلوم نیست کدوم مقامات. بعد از پیروزی انقلاب همان ماهای اول بود که من یک سفر رفتم سوریه و اون دوستانم را دیدم و اولین ملاقات را من با حافظ اسد آن موقع داشتم که تقریبا از آن موقع دیگر من با اسد دوست شدم. شاید من تا سال 66 که میرفتم در این 7-8 ساله شاید بیش از 30 بار هر چند ماه یه دفعه میرفتم. جنگ که میشه محسن رفیق دوست جزو فرمانده های ارشد سپاهه و با محسن رضایی بسیار نزدیک. نظرش درباره اینکه چرا جنگ بعد از آزاد شدن خرمشهر 6 سال دیگه ادامه پیدا کرد، اون سوال کلیدی درباره جنگ شنیدنی. امام گفتن اونقدر جنگ رو ادامه بدید که بعدها کسی هوس نکنه به کشور شما حمله بکنه. این اتفاق افتاد. یعنی دو تا اتفاق افتاد. این دو تا اتفاق هر دوش میمون و مبارکه. یکی این که دنیا فهمید یه ملتی رو باش طرفه که اگه بهش تجاوز بشه به این زودی ها ولکن نیست. چشم فتنه کور شد. دوم ما امروز احتیاج به دنیا نداریم جنگ کنم. خب تولید میکنیم و میجنگیم. یعنی این خودکفایی دفاعی بعد از خرمشهر اگر آتش بس قبول میکردیم اتفاق نمیافتاد. این هم یه منطقه دیگه. اما این احتیاج به دنیا نداریم با واقعیت از اون اول هم جور در نمیمد. فقط به حرفای خودش استناد میکنم. روزنامه جمهوری اسلامی و چند تا نشریه مربوط به مؤتلفه بهش میگن پدر صنایع موشکی ایران. چه جوری پدری کرده برای صنایع موشکی؟ من یک روز رفتم خدمت امام خمینی با یک عده از دانشمندان نظامی سپاه. به امام در اون ملاقات عرض کردم که آقا من یک عقیده دارم و عقیده هم این است که اگر مغزهای آلوده به الکل و بعضا نطفه ناپاک اروپایی و آمریکایی میتوانند اختراع بکنند و پیشرفت بکنند، این بچهای نماز شب خون بهتر میتونن. و بعد ادامه میده قبل از اینکه در سال 62 وزیر سپاه شوم به سه کشور زیاد سفر میکردم، سوریه، لیبی و کره شمالی. بعد از وزارتم در سپاه قرار شد اولین سفر رسمی هم به سوریه و لیبی برای به دست آوردن موشک باشد. لیبی حاضر به تحویل 10 موشک اسکات به ایران به همراه کادر مربوطه شد و سوریه هم قبول کرد که نیروهای ما را آموزش دهد که شهید مقدم با 34 نفر این آموزش را در سوریه دیدند. وقتی موشک ها را همین شهید و معاونش آوردند، حسن تهران مقدم پیش من آمد و گفت حاج محسن یکی از این موشک‌ها رو به ما بدید تا باز کنیم و بران مهندسی معکوس انجام دهیم. یه موشک به تهران مقدم داده میشه و شهید تهرانی مقدم با همکاری دیگر افرادی که در سپاه بودن روی موشک کار کردن و به تدریج موشک‌های اسکاد بی، اسکاد سی و شهاب را ساختن. حسن تهرانی مقدم و یه عده دیگه از سپاهی‌ها 21 آبان 90 تو انفجار پادگان امیرالمومنین ملارد کشته شدند. محسن رفیق دوست اولین وزیر سپاه پاسداران بود در دوره میرحسین موسوی. سپاهی که الان بزرگترین پیمانکار اقتصادی کشورم هست. فعالیت‌های اقتصادی سپاه همون دوره محسن رفیق دوست شروع میشه. در واقع اولین بانک بعد از انقلاب همون صندوق تعاون سپاه بود که صندوق انصارالمجاهدین رو داشت و شعبه های بانک رو به 670 تا رسوند و سرمایه شد 6200 میلیارد تومان. وزیر سپاه در این حال یکی از قدرتمندترین آدم های قدرت سیاسی حاکم بود. خاطری از اون موقع نقل میکنه که به ویژه برای دریافت فرهنگ بیانی و رفتاریش جالبه. شایع است که من تو گوش سفیر شوروی زدم. اینطور نیست. حالا برای اولین بار این ماجرا رو توضیح میدم. یه روز مرحوم حاج احمد آقا خمینی مرا خواستند و گفتند امام فرمودند به فلانی بگویید به سفیر شوروی تخفیف بدهد. من با حاج احمد آقا گفتم ما با شوروی معامله انجام ندادیم که بهشون تخفیف بدیم. حاج احمد آقا خندیدند و گفتند منظور امام این است که سفیر شوروی رو بخواه و خفتش بده، خارش بکن.
من بلافاصله به وزارت خارجه تلفن کردم و گفتم بگویید سفیر شوروی بیاید ملاقات من. سفیر شوروی وقتی آمد ملاقات من، در اتاق را باز کرد که بیاید ملاقات، گفتم همونجا واستم. با عصبانیت گفتم شما خرسای قطبی کی میخواهید بیدار بشید؟ خیال میکنید که صدام طرفدار شماست؟ شما دارید آب با آسیا با آمریکا میریزید. ما 70 میلیون بمب در کشورمون داریم که چاشنیش دست ماست. کاری نکنین این 70 میلیون چاشنی رو آتیش بزنیم. گفتم این پیغامو برسون و برو گم شو. بنی سعد از سپاه اخراجش میکنه. محسن رفیق دوست در گفتگو با شهروند امروز میگه بنی سعد بیشترین سختگیری ها را با من داشت و از من خواست از سپاه بیرون بروم. به فرموده امام عمل کردم که گفتند بروید از بنی صدر اطاعت کنید. سال 68 با حکم آیت الله خامنه ای که رهبر شده بود، رئیس بنیاد مستضعفان جانبازان شد. 9 سال رئیس بنیاد بود. تو همون دوره قدر قدرتیش تو سپاه و بنیاد مستضعفان، برادرش مرتضی رفیق دوست بازداشت میشه سر ماجرای اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات. تو اون ماجرا یه نفر اعدام میشه به عنوان مفسد اقتصادی، فاضل خداداد. خداداد کی بود؟ محسن رفیق دوست میگه از قبل انقلاب رو میشناختم. پدر و برادر بزرگش همکاران پدرم بودن، واردات و فروش میوه. کل میدون قدیم تربار مال پدر ایشون بود. پدر منم مثل 2300 نفر دیگه در این میدان حجره داشت. صالح نیکبخت وکیل ناماشنای دادگستری در ایران در گفتگو با شرق میگه وقتی که جنگ تمام شد در شهریور 67 فاضل خداداد به ایران باز میگردد و با معرفی آقای مرتضی رفیق دوست که آن زمان رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه 207 در باغ فردوس ترجیش مراجعه میکند و یک حساب جاری به شماره راند 2000 که به افراد خاص میدهند برای او باز میکنند. در جریان اختلاس کار ظاهرا گره میخوره و داشته لو میرفته. ساله نیکبخت ادامه میده. آقای حاج محسن رفیق دوست که به گفته خودش به عنوان حلال مشکلات عمل میکرد، برادرش و کارمند شعبه در مورد اول که 150 میلیون تومان کسری آوردن به او متوسل شده بودند و در مورد بعدی که 2 چک میلیاردی خداداد برگشت. شاید ایراد کار این بود که باید از همون کشف 2 فقره چک اول موضوع را منتقل میکردن تا کار ادامه پیدا نکند. خب موضوع رو منتقل نکردن و کار ادامه پیدا کرد. اما وقتی همه چی لو رفت، با محسن رفیق دوست هیچ کاری هیچ کس نداشت. فاضل خداداد اعدام شد. برادر حاج محسن مرتضی رفیق دوست حبس ابد گرفت که شد مأمور خرید زندان اوین، یعنی همیشه میومد بیرون. بعدم سال 82 بهش عفو دادن، رسما از زندان آزاد شد. محسن رفیق دوست بعد از کلی اتهام علیهش که در بنیاد مستضعفان سوء استفاده های کلون میکنه کنار گذاشته میشه. قضیه سوء استفاده از بنیاد بالا میگیره. محسن رفیق دوست میگه که اینطور که میگن از بنیاد ارزون خری کردم دروغه. من از بنیاد هیچی نخریدم. در گزارش بازرسی کل کشور که بعد از اتمام دوره من تهیه شده هست، اومدن بنیاد رو در 10 سال گذشته به قول بعضی شخم زدن، اما چیزی پیدا نکردن. من از مردم زمین میخریدم و ساختمان میساختم. در بلوار شهید دستواره زمین خریدم و 334 دستگاه آپارتمان ساختم. همزمان با ساختن این آپارتمان ها در زعفرانیه هم خانه ای را از شخصی خریدم و 12 دستگاه آپارتمان در آن ساختم. با کدوم پول؟ یک قلم خیلی کوچیکش و عباس پالیزدار رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه فاش کرد سال 87 تو سخنرانیش تو دانشگاه بوعلی همدان که گفت با اسم بنیاد نهج البلاغه 750 دستگاه ماشین 0 کیلومتر با قیمت ارزون از روابط رانتی تو حکومت تحویل گرفتن و حتما تو بازار آزاد فروختن دیگه. علی اشعر ناظم نوری، حسین دین پرور، معزی، اسکر آلانی، رفیق دوست. بعد از بنیاد مستضعفان کارخونه داروسازی لقمان رو میخره و بنیاد تعاون نور رو راه میندازه. بنیاد تعاون نور تا سال 88 79 تا دفتر فقط تو تهران داره. اسم بنیاد نور زمانی خیلی مطرح میشه که روسپیخانه کرج لو میره. سال 79 یه دختر 17 ساله از خونه هدایت اسلامی کرج فرار میکنه و ماجرا رو به پدر مادرش میگه. اونا میرن شکایت میکنن و حجت الاسلام هادی منتظری مقدم رئیس دادگاه انقلاب کرج و رئیس خانه هدایت اسلامی که زیر نظر بنیاد نور اداره میشه به اتهامای از جمله مشارکت در تحویل ندادن نوزادان بدون سرپرست به خانواده هاشون، به انفصال از خدمات دولتی،
زندان و شلاق محکوم میشه. حجت الاسلام قاضی دادگاه انقلاب کرج وثیقه میذاره و آزاد میشه. و روزنامه ها نوشتن پس از آزادی وی با قید وثیقه، دختری به اسم سمن که با مراجعه به مطبوعات وضعیت این مرکز را افشا کرده بود ناپدید شد و مسائل مربوط به 19 دختر 7 تا 20 ساله‌ای که در این مرکز نگهداری می‌شدند در دادگاه مسکوت گذاشته شد. و بعد از اعلام خبر دستگیری، بعضی دیگر از مسئولان این مرکز به اتهام روبودن دختران، سوء استفاده و انتقال آنان به کویت و دبی هم دیگه هیچ حرفی در این باره زده نشد. هیچ که جز خودشون نمیدونه چند تا دختر این مرکز هدایت اسلامی حاج محسن رفیق دوست به کشورهای عربی فروخته و چند تا تو اون ماجرا سرشون زیر آب رفته مثل سمن. با رئیس بنیاد تعاون نور حاج محسن رفیق دوست خب هیچ که کاری نداره، قضیه تموم میشه. تنها باری که سر و کار حاج محسن با دستگاه قضایی میفته همین 3 سال پیش بود، سال 89. بنیاد تعاون مسکن درست میکنه تو تبریز و کلی پول از مردم میگیره و هیچ خونه ای تحویل نمیده، پولا رو بالا میکشه. مردم میرن شکایت میکنن و در نتیجه ببینین حکمو ببینین. 15 فروردین 89 به موجب حکم مراجع قضایی به میزان 15 میلیارد ریال از اموال محسن رفیق دوست مصادره و توقیف شد. آخه 15 میلیارد ریال چه اهمیت داره واسه کسی که بنیاد تعاون نور رو داره؟ چقدر مردم گرفته؟ بنیاد تعاون نور با شرکت‌های معظم سپنتا، رایان مارکتینگ و دانا کار اصلیش به عنوان تجارت الکترونیک ثبت شده. برین رو وبسایتش ببینید که معلوم نیست واردات صنایع الکترونیک که به صنایع نظامی ایران مربوط میشه چقدرش کار بنیاد تعاون نوره. خود حاج محسن میگه ما فقط تولید دارو میکنیم. رفیق دوست بهتر از هر کسی میدونه که چه چیزی اون از میدون تربار تهران به این قدرت و ثروت بی حساب رسونده. من آرزو میکنم که یک، در جمهوری اسلامی مقدس ایران همه پیرو ولی فقیه باشن و ساز دیگه ای نزنن و خدا این انقلاب ما رو زمین ساز قیام امام زمانمون قرار بده.